یک تحلیلگر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیاست دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال حکومت ایران رو به کلی دور از واقعیت توصیف میکنه و می نویسه واقعیت اینه که با رفع تحریم ده میلیارد دلار از دارایی های ایران دست جمهوری اسلامی برای افزایش بودجه نظامی حمایت از قاتل های نیابتی و مداخله در بحران های منطقه ای باز میشه. فرد فلیتس که در دولت دونالد ترامپ رئیس ستاد کارکنان شورای امنیت ملی کاخ سفید بود در واشنگتن تایمز می نویسه احیای برجام توافق ناقص دوره اوباما رو بدون پاسخگو کردن حکومت ایران درباره نقض تعهدات زنده میکنه. برآورد نویسنده نشون میده که لغو بیش از 2000 دو تحریم دولت ترامپ در حدود بیش از 150 میلیارد دلار موجودی ارزی ایران رو در اختیار جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. فلیتس می نویسه از اون بدترینه که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب بر مخالفت جمهوری اسلامی با پیشنهاد آمریکا برای برگزاری فاز دوم مذاکرات با موضوع برنامه موشکی و فعالیت های بی کنندی ایران در خاورمیانه و نیز حمایت اون از کشدار دست جمعی تاکید کرده. حکومت ایران از دولت بایدن میخواد که تعهد کنه دولت بعدی آمریکا با خروج از برجام تحریم های تازه رو وضع نخواهد کرد. فلیتس می نویسه موافقت با این درخواست لایه دیگه ای از دلجویی گونه بایدن از اون حکومت حامی کشتار دست جمعیه. فرد فلیتس می هرچند هر 20 سال خدمت در مقام تحلیلگر سیا یاد گرفته از پیشگویی کردن درباره آینده پرهیز کنه ولی صد درصد یقین داره که برای رئیس جمهوری جمهوری خواه بعدی لغو برجام و برقرار کردن مجدد تریم های ترام تصمیم بسیار آسانی خواهد بود زیرا سیاست بایدن به کلی واقعیت تهدیدهای ناشی از ایران و نقض تعهداتی را که قرار از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کنه نادیده میگیره او پیش بینی میکنه که انتقاد هر دو جناح از سیاست بایدن با واژگون شدن خاورمیانه بعد از رها شدن حکومت ایران از زیر فشار تحریم های دولت ترامپ بالا بگیره. حکومت دینی با هربه رد صلاحیت و ابزار تلویزیون عامل مورد نظرش رو به خورد میلیون ها نفوس یک ملت داده و اکنون هم در حال تصویرسازی از او در همان تلویزیون و پخش تبریک گویی های متوقعانه سرکردگان گروه های مسلح منطقی و چند کشور یکی از اون پول و امکانات مالی و جنگی دریافت می‌کنند و الغا کردن این مهره گماردن نخنما به عنوان پیروزی ملت و به فراموشی کشوندن تراژدی مرتکب شده ی حکومت دینی که قایبین بزرگ این خیمه شب و سیاه بازی حکومت مذهبی به نام مردم سالاری دینی بودن در نزد افکار داخلی و جهانی اوضاع به حدی رقت و زجرآور شده که نه جرأت افشاگری و ابراز انزجار داری و نه حتی میتونی از تنفر از استفاده ابزاری مذهبی ها و مذهبی نماها و نظامیان از دین و اعتقادات دینی قید دین رو هم بزنی چون در بیدادگاه اونها محکوم به زندان طولانی مدت میشی یا به اعدام تحت عنوان آوردی و ضد حقوق بشری ارتداد و به دلیل قبول نداشتن باورهای مزخرف اونها و خروج از اعتقادات پوسیده اونها و از اعتقاد نداشتن به آنچه به زور و تزویر به خوردت میدن چرا کسی بداد این ملت محاصره شده و گراگان گرفته شده نمیرسه نه درآمدی نه پولی نه امیدی به آینده و هرچه هست گیرانی، تغلب، حیله های رسانه و دیکتاتوری و ارسال پول و نفت و فشنگ و تفنگ و موشک به دور دست برای یک آرمان من درآوردی ولو به قیمت از بین رفتن هویت گذشته نشاط و سلامت و امید و آینده یک ملت کجاست آزادی؟ کجاست حقوق بشر جهانی؟ کجاست سازمان ملل؟ وقتی دانش و بینش اغلب فرماندهان سپاه در حد فرمانده کنونی بسیج و یا سردار نقدی و یا حتی فرمانده کل سپاه که مراسم ویروسیاب چینی در حضورش برگزار شد چرا باید متعجب بود از نفوزی های اسرائیل در کنار همین فرماندهان و در محرمان ترین و امنیتی ترین نهادهای جمهوری اسلامی و از جمله تأسیسات اتمی؟ بخونید این سخنان پاسدار سلیمانی فرمانده بسیج رو که روز گذشته رسانه ای شد. در فضای دولت جدید در پنج سال محرومیت را از صفحه ایران ریشه کن میکنیم در چابهار یک شهرک اسلامی ایجاد کردیم. حرف مفت میشه زد و کسی هم به اون اهمیت نمیده. اما در کنار همین مفت اندیشان و مفتگویان رخنه و نفوذ میشه. رسانه های داخلی هم یا مجاز نیستن گریبان این افراد رو بگیرن و یا اونقدر خبرهای دیگه مثل پوست تخمه کف خیابون ها ریخته که به این مفتگویی ها اهمیت نمیدن و میدونن که مردم هم اهمیت نمیدن ضمنا شهرک اسلامی یعنی چی؟ خبرنگاری که جنایت رو ماله میکشه یا به قول ظریف علاج میکنه از خود جنایتکار کسیفتره نمیشه عمری کنار جنایت و فساد باشن از فاضلاب ارتضاق کنن و انتظار داشته باشن به عنوان قهرمان ثبت و دفن بشن باید این نکبت رو حتی بعد از مرگشون بر سرشون آوار کرد و از نبودنشون ناراحت نشد آنچنان که عبرت بقیه بشن با مرگ کسی که نباید ماهیت و نحوه زندگیش تحریف بشه باید همونطوری که زندگی کردن ثبت و دفن بشن نه به دیگه کسانی که در همه جنایات و فسادها سمت جانی و فاسد بودن، حالا چرا از آوار فاضلاب و نکبتی که انتخاب خودشون بوده و تا لحظه مرگ بر بودن بر سرشون ناراحت میشن؟ بعد از ضربه سنگینی که در یک اتحاد بینظیر مردم ایران در انتخابات فرمایشی به نظام آخوندی با تحریم سراسری درس بزرگی دادن حالا تنفر عمومی از خامنه یه جنایتکار بیشتر از هر روز میشه. گام بعدی اتحاد برای سرنگونیه. مشتهدزاده وکیل امنیتی رانتی چرا وقتی زاده هاشمی وزیر بهداشت سابق گفت نباید برای یک سال عمر بیشتر بیماران خاص هزینه کرد شکایت نکرد؟ این خبرنگاران چرا از روابط عمومی محیط زیست که رفقاشون رو بکشتن داد شکایت نمی کنن. در فساد و حقارت نمکی و تیمش هیچ تردیدی وجود نداره اما کلکل مشتهدزاده جهانپور بر سر سهم از فساد و خبر زرده مجتهدزاده وکیل امنیتی رانتی تشکیلاتی اصلاح طلب که وکیل خانواده دزد حجاریان هم هست نوه میرسه دلی که به خاطر فتوا علیه یهودیان خبرساز و در تاریخ ثبت شده آخوند عبدالله مجتهدزاده دست راست بهبهانی هم احتمالا پدرشه که از واسطه های خمینی برای تأمین مالی اعتصابات شورش ننگین 57. و هفته. مجتهد زاده یک وکیل عادی نیست و در هولدینگ ها و شرکت های دولتی آویزون به فساد اصلاح طلبان به عنوان مشاور حقوقی مشغول خوردن و بردن و از جمله مشاور حقوقی نفت جی بوده از اعتماد و اعتنا به این وکیل رانتی امنیتی به شدت پرهیز کنید محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای گفت ضمن حمایت از خواسته به حق و قانونی کارگران صنعت نفت به مدیران و مقامات مربوطه هشدار میدم که بی توجهی به اعتراضات کسانی که همه راه های معمول برای بیان و تأمین خواسته های خودشون رو بسته میبینن عواقب خوبی برای اونها نداره سپاس از اینکه کانال چه خبر را دنبال میکنید لطفا کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید تا از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر شوید. پاینده باشید.